یک ایرانی به تلاش برای ترور جان بولتون متهم شد. وزارت دادگستری آمریکا یک ایرانی را به تلاش برای ترور مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا متهم کرد. به گزارش شبکه CNBC، وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرام پورصفی، شهروند ایرانی 45 ساله، قصد داشته تا برای تلافی ترور سردار قاسم سلیمانی در ژانویه 2022 مشاور امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند. به نوشته شبکه CNBC، پورصفی قصد داشته تا در اکتبر 2021 با اعطای $300,000 به برخی اشخاص در ایالات متحده، آنها را به پیاده کردن نقشه ترور جان بولتون یا در واشنگتن و یا در مریلند مجاب کند. اگر پورصفی محکوم شود، می تواند با 10 سال حبس و جریمه نقدی $250,000 برای تلاش برای انجام قتل قراردادی و 15 سال حبس و جریمه نقدی $250,000 برای حمایت مادی از نقشه ترور فراملی مواجه شود. سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا مارک اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه دولت ترامپ، در توییترش درباره گزارش وزارت دادگستری آمریکا نوشته فرد دوم که یک عضو سپاه قدس قرار بوده $1,000,000 برای کشتنش بپردازد، مایک پومپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ بوده است. چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به نام شهرام پورصفی قصد داشته برای تلافی ترور سردار قاسم سلیمانی با پرداخت $300,000 به یک نفر جان بولتون، مشاور امنیت ملی در دوره دونالد ترامپ، را در محل کار یا خانه‌اش در مریلند آمریکا با ماشین یا تفنگ بکشد. اورتگاس نوشته برای مایک پومپئو برنامه بدتری داشتند و ایران به مامورانش گفته بوده برای این کار با پرداخت $1,000,000 به یک عملیات محاسباتی وسیع نیاز دارد. حمله به پایگاه روسیه در کریمه کار نیروهای ویژه اوکراین بود. یک مقام دولت اوکراین در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ادعا کرد که حمله به پایگاه هوایی روسیه در کریمه کار نیروهای ویژه اوکراین بوده است. طبق این گزارش، این مقام که خواست نامش فاش نشود، جزئیاتی از نحوه انجام حمله روز سه‌شنبه را فاش نکرد. با این حال، به تحلیل واشنگتن پست، این حمله نشان دهنده تشدید شگرف در این جنگ تقریباً 6 ماه است و توانایی نیروهای اوکراینی برای حمله به پشت خطوط روسیه را بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد نشان می‌دهد. به گزارش این رسانه، حداقل 3 انفجار پایگاه هوایی متعلق به روسیه در کریمه را لرزاند. شبه جزیره کریمه در سال 2014 توسط مسکو ضمیمه شد و یک مقصد تعطیلات محبوب برای روس‌هاست. نیروی هوایی اوکراین در بیانیه‌ای ادعا کرد که 9 هواپیمای نظامی روسیه در این پایگاه منهدم شد که به ادعای مقامات اوکراینی، روسیه از آنها برای حمله موشکی به مناطق تحت کنترل کیف استفاده کرده است. کیف از تایید یا تکذیب رسمی دست داشتن اوکراینی‌ها در این حمله خودداری کرده است. اما روز سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، سخنرانی شبانه‌اش را بر کریمه متمرکز کرد و وعده داد که این سرزمین را پس بگیرد. او بدون اشاره به پایگاه هوایی روسیه یا حمله مذکور گفت: کریمه اوکراینی است و ما هرگز از آن دست نخواهیم کشید. به نوشته واشنگتن پست گفته می شود که نیروهای عملیات ویژه اوکراین در یک کارزار برای نفوذ به قلمرو تحت کنترل روسیه و هماهنگی با مردم محلی برای انجام حملات مشارکت دارند. طبق این گزارش، فعالیت‌های چریکی به ویژه در منطقه اشغالی جنوبی خرسون درست در شمال کریمه از جمله ترور مقامات نصب شده از سوی روسیه رایج بوده است. روسیه اعلام کرده که انفجار سه‌شنبه ناشی از انفجار مهمات بوده و مقامات گزارش دادند که حداقل 1 نفر کشته و 13 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. روزنامه واشنگتن پست نوشت نمی‌تواند به طور مستقل ادعاهای طرفین را در خصوص انفجارها تایید کند. یک مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، روز سه‌شنبه به واشنگتن پست گفت که در این حمله از سلاح‌های آمریکایی استفاده نشده بود. به ادعای این گزارش، سامانه‌های موشکی توپخانه‌ای آمریکا هیمارس که اخیراً به اوکراین داده شد، آن را قادر می‌سازد تا به عمق پشت خطوط روسیه حمله کند. اما سامانه‌هایی که پیشتر عرضه شده بود، حداکثر برد 50 مایل دارند. پایگاه هوایی کریمه حداقل 140 مایل از نزدیکترین خط مقدم فاصله دارد. مقامات اوکراین اخیراً درباره بازپسگیری شبه جزیره کریمه از روسیه با استفاده از تسلیحات نظامی آمریکا سخن گفته بودند. این اظهارات با واکنش تند روسیه مواجه شد. چند قبل وادیم اسکیبیتسکی، سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین، هشدار داد که احتمال دارد این کشور با استفاده از موشک‌های آمریکایی شبه جزیره کریمه را هدف قرار دهد. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشین روسیه و معاون رئیس
شورای امنیت این کشور در واکنشی هشدار داد که هر گونه تعرض خارجی به خاک کریمه با پاسخ قاطع و کوبنده مسکو مواجه خواهد بود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.